شلوم مبرخا بسیارت دیشمیا. میدونیم که بعد از پایان پذیرفتن سفر برشید و پارشای ویخی، سفر جدید شموت شروع میشه که با شروع این سفر هفته های شواویم و همچنین شواویم تافتاب هم شروع میشن. کلمه شواویم حروف اول پارشای شموت، وائرا، بو، بشلخ، ایترو و میشپاتیمه، شواویم. و در سالی هم که اوبرت هست دو تا پارشای دیگر هم به نام تروما و تتبه هم اضافه میشه که میشه شواویم تافتاب. خخامی میفهمون که این 6 هفته یا 8 هفته که سالی اوبرت البته 6 هفته است مانند اصل یمه تشوا محسوب میشن، همانند 10 روز تشوا. رامبام زخون لبرخا میفرماد که اهمیت دادن به این ایام سگولا و امتیازات فراوانی برای پرناسا، کسب روزی و این روزی که راحت‌تر داشته باشن، همچنین برای اینکه داشتن طول عمر با عزت، سلامتی، رفاه شلما، داشتن فرزندان، شیدوخی، اینا امتیازات بسیار زیاده. در این ایام که شبها طولانی‌تر میشه صدقیم به آموزش و تورا و تفیلای بیشتری رجوع میکنن. همونطور که تورا میفرماد که بدیبر تا بام، بدیبر تا بام، بام برابر با 42 هست که 42 برابر با 6 هفته هست، 6 هفته 42 تا شواویم، منظور این 6 هفته شواویم هم در نظر داره. به هر حال سوال میشه که چرا این پارشا انتخاب شدن، این پارشاها، این 6 تا یا 8 تا. از اونجایی که تأنیث گرفتن در این ایام شواویم ارزش بسیار بالایی داره و از زمان قدیم هم مردم رسم داشتن که هر دوشنبه و پنجشنبه یا حداقل پنجشنبه ها تأنیث بگیرن و از زمان تأنیث هم در این ایام بسیار کوتاه، ساعت 12 ساعت هم نمیشه. یرمیانوی در پرق گیمل پاسخ کافبت می نویسن که شوو و بانیم شواویم ارپا میشو و تخم. ولی دلیل اصلی این که چرا از اول پارشای شموت ایام شواویم شروع میشه به علت که در این ایام بنی اسرائیل به از گالوت مصر بیرون اومدن و وارد بیابون میشن، بدین وسیله وارد 40 از اون 49 دروازهای تومهایی که در مصر داشتن که هم جسم و هم روحشون به بردگی مثلا مصریان در اومده بود و بدین روش پدران ما با پایین ترین درجه روحانیت در مصر سقوط کردن و حالا زمانی که برای تیخون گناهان انجام شده و برای هر یهودی به خصوص تیخون هبرید، این زمان زمان خیلی عالیه. تیخون هبرید به علت از دست دادن یا از بین بردن زیرق دوشای مردان یهودیه که فقط مربوط به امروزی یا دیروز هم نیست، بلکه از زمان آدماریشون، زمانی که مثلا نافرمانی کرد و هوا اومد میوه درخت ممنوعه رو خورد و بچه هم به همسرش داد و هر دو خطاکارشون از اون زمان شروع میشه. البته زمانی که پدران ما در از گلوت مصر نجات پیدا کردن و وارد بیابون شدن برای رسیدن به سرزمین موعود رسیسائل و بعد از آن همه گالوت و سختی و بیچارگی که در مصر کشته بودن، هشم درخت به اونها تراتون نقدوشا رو عطا فرمود که به دین ترتیب نشامای اونها درجه به درجه علیا پیدا کرد و از اون بسا 49 درجه توم آ به درجات بالای انسانیت رسیدن و همگی دارای روح قدس شدن، همگی مقامی در حد نویم، ناوی های بزرگ کسب کردند. و از اینجا ربی نو اریزال سوال میکنم که پس اگه اینجوری چرا پس هشم درخت از همون اول با آفرینش آدم آریشون تورا رو به اون عنایت نفرمود؟ این قسمتی از گمارای مسخت ایرووین فصل عمود یودخت، دفع یودخت صفحه 18 هست که
میفهمن که از همون اول در اگه تورا رو هشم بینا داده بود به آدم بارشون، از همون اول در جاده صحیح تورا و روش صحیح زندگی قدم برمی داشتن و دیگه به شاید به این خطاها کشته نمی شدن. همچنین ربین آرزل دلیل میارن که زمانی که آدم بارشون توسط خبا همسرش میوه ممنوع رو خورد، بسیار از دست زنش دلگیر شد که چرا هم خودش گناه کرده و هم او رو به گناه آلوده کرده و اون میوه به اونم داده، لذا از همسرش جدا شد، مثل که از اون قهر شد برای 130 سال و 130 سال از اون جدا زندگی کرد. او در رود جهون که آبش بسیار سرد هست می نشست و خار و خاشاک و برگهای تیز درخت انجیر رو بر روی سر خودش می زاشت و برای خودش 130 سال یسوعیم قبول کرد. در عرض این 130 سال زره و نیتسوتسوت هایی از او خارج شدن. اینا که از او خارج می شدن در زمان طوفان دوباره به دنیا آمدن، مثل گیلگول شدن بلکه تقون پیدا کنن، ولی متاسفانه بیشتر فاسد شدن که تورا می فهمد هیش خید کل باسار. به هر حال طوفان اومد و اونها رو از بین برد و حالا دوباره در زمان مگدل بابل به دنیا میان. این دفعه هم در عوض این که مثلا تیقون پیدا کنن اصلاح بشن دوباره خراب میشن. نرد به ملخوت شامعی به اصل پادشاه یخشورخو تمرد پیدا میکنن. سپس در این مورد است که میان دوباره به گیلگول برمیگردن و در گالوت میسرائیم اونجا بعد از گذراندن اون زمان گالوت تیقون پیدا میشن که تورا میفهمد که تمام بچه ها رو که در رود نیر میداختن که تورا میفهمد کل های بین های لود های اورا تشریخو که در مقابل همون به صدا گیلگول هایی بود که زمان نووخ برای طوفان آمده بودن و گیلگول و اون گیلگول ها تیقون نشدن، حالا دوباره در قالب این بچه ها از بین میرن و تیقون میشن. در مقابل گیلگول های برج بابل مگدل بابل که تیقون نشده بودن، باز در گالوت مصر تیقون شدن که تورا میفهمد که وی مارو اتخیه به خومر اویل ونیم، به اصطلاح این آمدن بچه ها رو در لای جرس های لای دیوار ها میتشتن و بدین ترتیب همینطور که اونجا با گل و خش میخواستن مثلا برج بسازن، حالا بچه ها همون گیلگول هایی بودن که مجبور شدن پدر مادرشون ها رو در به زور مصری ها در لای خشت و گل دیوار ها بذارن و اینها تیخون مصرعین بودن که به سبب نیسری با بالا اومدن از اون 49 درجات توم آ به شلیموت و تکامل رسیدن و از 49 اومدن تا صفر و از صفر باز رفتن به بالا. اینها تمام محاسباتی که ربین آرزال از روح خودش می فهمن. در نتیجه در این ایام شواویم باید برای نزدیک شدن بیشتر به هشم برخ جدیت کنیم که خود این که به صلاح خود رو پاک و مقدس نگه داریم، با شمیرت اینهیم، با پاک نگه داشتن چشما، محافظت و کنترل چشما، برای کنترل لبها، زبان، گوش از لاشونارا و یه از صحبت ناروا و ناجور و زشت و بزن سخنچینی، همچنین بقیه اعضای بدن و همیشه در حال تشوا بودن روش کار است. یعنی پشیمانی بر اعمال بد گذشته، ترک خطا کردن و توبه کردن برای آینده بهتر. ایام شواویم اینا هدیه هستن برای ما همانند اصل دیمه تشوا. برحال ربین آرزال میمیسن که برای زهره لبتالا 84 تعنی تعیین کردن، ولی برای زن نیدا که مردی با او بوده و زهره لبتالا با اون انجام داده 59 تعنیت رو تعیین کردن، ولی در صورت که زن
نیدا بوده و زیره مرد هم در خارج از بدن زن ریخته که شایسته حاملگی و بارداری هم نیست. پس این چنین موردی 84 تعنید، یعنی هم گناه زن نیدا رو داره، هم زیره لبتارا رو زیره بینو ریختن، اون هر دو با هم هم رو داره. به خاطر همین این زیره لبتارا تعنیدهاش بسیار زیاد و سخته. مقبولیم بحث میکنن که سنگین ترین جرم رو هم زمانی اتفاق میفته که این زن ایش و به اصطلاح زن شوهردار اگه باشه، که در نتیجه این گناه دیگه از تمام گناهان در تورا گناهانی که ما داریم سنگین تره و مجرمین حکم بسیار سنگین رو باید برای این جرم متحمل شوند و جرم و جرمی اصلی برای دنیای آینده نیز موجود است. البته با دادن صداقا یا مثلا فکر کنیم تشوهای ساده البته یا تنید قابل بخشش نیست، بلکه باید تیقون کامل تحت نظر راه شرع انجام بشه که اون تیقون کامل خودش تشوهای کامل را هم به دنبال داره. به هر حال ایام شوواویم که بعد از پایان پذیرفتن پارشای ویخی و سفر برشید شروع میشه، رمزهایم از شروع ایام شوواویم در پارشای ویخی مشاهده میشه. یعقوبینو به یوسف گفتش که سیمنا یادخوا ترخد یرخی، ازش میخواست قول بگیری که به اصطلاح حتما در سرزمین اسرائیل در مارت مخفلا اونو دفن کنه و مبادا در یک ساعتم در مصر دفن بشه. سیمنا یادخوا یرخی، سیمنا یادخوا، اینا اگه حروف اولشون رو پهلوان بذاریم سین و نون و یود، سیمنا یادخوا، این گیمتراش میشه 360 و برابر با گیمتریای شوواویم هست. یعقوبینو به فرزندانش گفتش که ونی نتتی لخا شیخم اخد الاخیخا، شیخم هم برابر با 360 برابر با شوواویم. یعقوبینو به فرزندانش رمز میرسونه که برای تیقون و اصلاح اون از اعمالشون ایام شوواویم رو بهترین زمانی که پیشنهاد بهشون میده. همچنین زمانی که یوسف فرزندانش رو آورد جلو پدرش یعقوبینو که به اونا برخا بده، میدونیم که تورا میفهمد که ویاسم افرایم لفنه منشه، ویاسم برابر با 302 ویاسم افرایم لفنه منشه برابر با 360 که برابر با شوواویم میشه. البته 356 تا میشه به علاوه 4 تا کلمه که ویاسم افرایم لفنه منشه. ما این 4 تا کلمه که کلر خودشون هست 356 با 4 همون 360 میشه برابر با شوواویم. همچنین زمانی که یعقوبینو به یهودا برخا میده و بهش میگه که اتشیاو او شیلو، اینم برابر با 358 است و خود دو کلمه یاو شیلو برابر با شوواویم که همون 360 است. منظور که آمدن ماشیخ به زودی به زخوت تیقون شوواویم خواهد بود. یعقوبینو هنگامی که برخا داد به یوسف گفتش که مئل آوی خوابی از زرکا و ایت شدهی ورخیکا، این ها هم باز جمعشون 361 میشه. شوواویم البته برابر با شوواویمه، البته با کلل خود کلمه که 361 میشه که به زخوت ایام شوواویم بن اسرائیل به برخوت زیادی رسیدن. یک مورد دیگه هم از باز از در تورای ویخی که یوسف برادرانش میفرماد که اتم خشفتم علی را الوکیم خشاوال تووا، شما برای من فکر بد داشتید، فکری که به من بدی میرسونید، ولی هشم برای من خوبی میخواست و هدفش خوب بود. اینکه که میفرماد که خشاوال تووا، اینم برابر با
361 برابر با گیمتریای شوواویم که به 361 خود اونم با کلل کلمه 361 میشه برابر با شوواویم. امیدواریم باشیم که این ایام که ایام بسیار خوبی ما قابل باشیم که بتونیم بر تمام اون گناهان دانسته و ندانسته تشوا کنیم تا به اشمید برخ بیشتر نزدیک بشیم. شالوم و برخم.